وطندارای عزیز، بازم سلام، خوش آمدین. امیدوارم خوب و صحت و سلامت باشین در نقطه جهانی که هستین. اگر گرمی است برای شما چی میگنم، سردی آرزو دارم که سرد و سردتر باشین. و ما خودت یک جای آمدیم که گرمی و گرمی دوم که درخت ها دیگه کم پیدا میشه. اینجا ولسوالی میوند قندهار است و ما در جایی که میریم، البته رونده بودیم در مسیر را، معمولا اینجا گندم دروی و تریشه رو ممکن بازار میوه هم باشه. در قریه که ما آمدیم، این قریه را نامش سختی میکنه، باز من میرم پرسان میکنم بهتر است که همینجا رفیقات تریشر داشتن، ما هم خواستیم همین صحنه که اینا تریشر میکنن شیشتن مجلس میکنن بر شما به تصویر بکشیم. تاسو طول بیام سره موشی چرتا بکینم چرتا تاسو لیک بندار بوکو باش که ما اینجا بیایم اینجا. ای رفیقای ما کلشون دیگه کسایی هستن که تریشر میکردن، خوب مونده و ظلم هستن، آمدن که یک دقیقه دمراستی بکنن. جوری استاد؟ خدا راضی پاز خدا توش راست. من در تو هم عبدالعزیز. عبدالعزیز دا فرش مرش نلری دلت چی باید نو کار ولا بس ولا ریجو کار ولا ریجو و پاش زاین دی خپل ځان ته کار کوي که بل چاته؟ بل چاته، بل چاته کو بل چاته داس مکه ده بل چاته هو دا غنم ده چاته هغه ده اسوري دي کوم سړی و چولانی هغه نفر هو د دې کله نوم څه دی؟ دا غس نوم اخشابات دې کله نوم عشق آباد هو اینه به خدا چقدر طبیعت داره که اینجا عشق آباد هم نامش هم مانده. بیا د تریشر استاسو دی؟ یا هغه دغه استاد دی دغه استاد وو دی بیا په مزدوري چلی تا خپل بیا درته چیک زه دې سره په سری کار کوم ما بیا تا خواته بیا زنده خیره دا پرته سیمو ته چلار سو کنه مثلا کندهار یار ولایت ته چلار سو مونږ یو شه د اشر په نامه لرو تاسو اشر یې دغه دغه وو بشک بشک بیا پیسې میسې خو نه اخلي یا 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 اشر کې خصوص پیسې نه یا یا اما غسه چې دغه نفر ته عربي ور سره کینی په خنده او په هغه خوري هم داسې و ناس ولار دند واجی د بس و چې بیا شکه خپل کله بیا چیرته ده لاغه د ام کله دي دغه مخ مخ خا د مخ شقابات کله و ماشاءالله د غنم ولا اوس و خلاص شو دلته یا د ورځ به کیږي خلاص شوی دي دریو و ما چې دراسم لیکار وکم اشر تاسو منی و وای نه مل خدام را ولار کله بس سر به وتړو نور در سره به شروع کو خو څنګه و سید ډوډۍ موډۍ مو خوړلې و یا و و نو اوس مو خوړم خو خوړل و شروع سو یعنی چې دا خلاص د خیر بیا ما شان ګورو ها چی مو خوړلې قرما قرما په نصیب سو یې ولاري و ځان تخپل دغه خوړلې ده هر یو ځان نه خو دا شر قانون نه ده اوس لکه چې زما کې لرم غنم لرم زه غواړم چې دا ترې شر وکم کنه زه بیا تا ته وایم چې ملګریه سبا ته زه ترې شر لرم تر اوسه ما سره همکاري وکړه ته چې راځې ما سره زه په کور کې بیا وایم چې را سره څلور نفره ملګري دي باید یو شی ورته تیار کړي همداسې دی کنه هغه شپې ته ده روان شپې ته ده خیر اوس شپه چې روانه ده شپې ته ده شپې ته ده خبر ما به وږي همداسې یا هغه م خوړه ده ځان م غځ کړی دي هم کورو کې ځان خلاص کړی دي وای شروع اوس به د خیره ماښام نه کور ته خبر ورکړي چې معنا چرګ به باندې یاران راځي و بارنو بریتونو مریتونو وګرد غواړي سات دي تیر ده نو دا و یاو دا که چې دا ملګری غواړي کوم شعر درته وای لګ دی خواسه جوړې شکر خیر دي تاسو دې ته چی وای لور چی شه لور د لو لور و لور ته وای ما یو چی اورې دلې وخه لکه څه ولې مګا ولی ویاله ولی 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 همداسه ده ولی دی ویاله ولی 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 اوس دی ته تاسو لور وایو لور وای او دی سره غنم شي کوي ریبو یپا ریبو لو کوي و لو کوي ها مونږ بیا دی ته داس وایو داس و شي شي داس ته وایو داس ورته وایو ماشاءالله سم منار مم ګرم ده کار را سره څو ورته کوم شاعر شعر لري که کوم هغه قصه لري خاطره لري ورته رب نار ته توایا نار ته توایا نار ته توایا ش خپل وای ابي د تیارې په لوټي کړه ده یو وخت څه شي د تیارې په لوټي کړه ده
خای اونه مطر مشری مطر داگه پلاس کی داگه مشری نو چه داد مشر در ته تین کڑا آتمان برتا بده ویلی و چه الا انرژیان را وڑا او نو پیگم دیو چھان نو داگه شواره نو دی اره نو وارا دی ترشل تا یو سوک چه پا موٹر که مشر تاکو اغا تا بوای چه پلارا که با منگتا چه آخلی خواه تو نو مشر نور دیل پارا کنه او مشر داگه دا پار دی خدای دا دی مشر ندی دی بس نظر دی نظر دی پر گرزی مننه مننه که تاسو اجازه بیال تا لاشو ونسی ونسی بگم شما بین امرای ما با اونو نقطه جای میرم جایی که تریشار میکنه امی معمولا سمت اطراف که بین وقتی که گندم را دراو میکنن ایره به احتمال زیاد یک چند روز میموننش بعدش که حتما خشک میشه یعنی آماده بی میشه که ایره در ماشین بندازن این دی تو یک جای کوت میکنن گندم را یا از دینم و زمیندارا کلش میارم یک نقطه جای کوت میکنه بازم اونجا تریشر میکنه امی لحظه اینجا تریشر روان است ماشین کم کم کارهای مردم ها را آسانتر ساخته وقت دور از مجلس باشه گاو را میگرفتن مثلا یک جای میبردن جور میکردن باز اونجا هم سرمو گاو در امو چی میگن جغل میکردنش آن اینجا جغل نمیکنه اینجا فقط چی میکنن ماشین است مندازه از یک طرف کاهش میکشه از دیگه طرف گندم میشه زم زن نده مجنون جور کنه وانش مجنون زن مکته وگر زبا کمریه تا شسی مجنون تا زن جور نکنه کار نست کوله والا مجنونان جوان بیا خده کنه وه دست خپل غنمه ده اه خپلم ده یا کاریگاریو کاریگاری وه بیا پورس که سورا کهی تست مشتنه را که من پاشر کار سرکوه پاشر یه وه دی بیاز مش داکتر آجی ما غنمه ده ماشالله تاسم زمکی لاری وه داغت ما غنم ده دامخ اشار دی پکار نده؟ ها؟ اشار پکار نده؟ نو خدا داغه دا پار دی سر کار کنی دیز ما سر اشار بکی زبا در سر اشار شم مستا کو اما کسانگا یا مستا کر داغه مایک شدی ام دا مایک شدی؟ وو نا بیا کار چی مکو بیا بلخون که ای کنا ستا سر مایک شدی زمون سر بداغه شدی نا خانه تو نوبوت ما میرم پیش طرف شهیدان میریم این منطقه که بالا میره شهیدان هست یک چشمه بسیار کلان هم از دوم یک جای میریم که امروز انقلاب اگر از خاطر اونا هست من اونجا رو برای شما تصویر میکشم حتما بیننده باشید خب وطنداره عزیز مسیر ما هنوزم ادامه داره ما در ولسوالی میوند هستیم طرف جایی که می آمدیم ای راره یا همی مسیره به نام شهیدان میگن همین لحظه ما در یک جایی هستم که ما پیشتر به شما گفتم از طبقه اوناس هست ملاله نام داره ملاله ای که در تاریخ شما خواندین مطالعات در موردش دارین یکی از کسایی بود که داستانای بسیار زیادی ازش مشنیده ما یگانه کسی هستم که در تاریخ اوقدر تکله نیستم ضعیف هستم البته با معذرت بیننده عزیز اگر گاهی وقتا صدا را نمی داشته باشین درست همین شمال کم اینجا زیاد هست به اون صورت ممکن صدا با یک کم گدبدی داشته باشه ما آمدیم در آرامگاه ملاله این ساختمان را که در چهار اطراف نسبتاً خامتر میبینین اینجا در زمانهای البته میگن گل آقا شیرزه در وقتا میخواستی را جور بکنه بعد از تحولاتی که آمد دیگه نتونست که همی زیارت را جور بکنه اما اینجا باز هم اگر بسیاری کسا طرف شهیدان بیا یک دفعه حتما به این منطقه و محل میایه و از اینی میخواد نقطه جایی که گرفتیم ملاله که لب سرک است تا خود ساحهی که شهیدای میوند میگننش اونجا زیاد بیرو بار دارم به هر صورت ما یک پرسان بکنم همیجا به مزایمت کردیم به کاکا جوری کاکا خیرتی ده؟ هم فارسی هم پایشم
پرسیم پویشی؟ ماشالله فارسی که گپ زده میتونی نوری علا نور. نامت چی هست؟ نام ما حاجی دادگل. حاجی دادگل، کاک حاجی دادگل، اینجا چی میکنی؟ اینجا دیقانی میکنم. دیقانی میکنی؟ بله. زمیندار هستی؟ نه، زمیندارم سایه هستیم. خب از در زمین های مردم هستی؟ در زمین های مردم هستی. بیشک باز، چطور خودت زمین نداری؟ نه ما خودش زمین نداریم، داریم یک کاری خشک داریم، یک خشک شده الان اون با اون منطقه ای خشک شده؟ خشک شده. ما خود در اینجا آمدیم در مورد ملاله میخواستیم بعض صحبت ها را داشته باشیم. ما میفهمم شاید در حد یا در جای نباشیم که ما شما خودت در مورد تاریخ ازی گفته بتونی. چی شنیدی در مورد ملاله؟ میشنیدیم که یه داغ پا پختوه وایا پا پختوه وایا ما گاه سر گرده وارده کم چی پاقا وقتی انگریزیان را غیلی وای چی پاکستان دا انگریزیان فلاس که و نو دی ملاله ایده مجایدین و سر همکاری کول کومکه کوا دالت شید سوی دا علت بل زیارت دی پا نام دی وای علت تپی سوی دا چی دا خلق وای لیا تاریخ وای دلت شید سوی دا چپی شوی هلته ده بیا شهیده شوی دلته ده آقا سی وای خیر داده دیر وقت کسه ده داده سخت برز پیش سویده چه سردار ما ده ایبخان ده مجایدین و مشرکلی دی ده ایران و پلار بچه و سوکون و میتره باشه ده پا کم آمدزی و پلار بچه و ده پلار سیاقی و پا ایران که و برای ده دی مجایدین و پرده غسلا و اسپله چه ده ایران و سی مشرکی ده تا خدای تعالی تو پیک وار که ده غرس جنگ پر شروع کردی دی په یوه ورځ یې د دغه ځای پسې اخیستې په کندار یې ننیستل دي په کندار وای په هغه وخت کې دیوال و څلور دروازې وې عبارت دغه د انګرېزیانو نمایندګانو باره مرکې پر جوړې کړې چې دا خلک مه وژنه مجاهدینو لوړه کړې وه پر کوژک باندې یو وخت اوښته هغه ښځې د دوی کمربند باره یې پر دغه اصلاح ورسره وکړله چې بالا به دغه پاکستان تاسې پرېږدی ګوره پاکستان یې هم په آزاد کړي دا دا مامزو چې دا توره درلوده دا بچې یې کولې دا د هغه وخته سه دا توره درلوده بالا دغه زما کیسه ده بالا داسې کې خپل شي ماشاءالله ماشاءالله. و اینجا مقبرهش هست یا آرامگاهش هست که من نمیفهم در تصویر میشه نمیشه؟ من از روی از اون رو باید داخل برم، من میایم طرف داخل و اینجا یک شاهزاده خورترک ما که خود داریم که از خاموش صاحب، بچه خاموش صاحب از رهنمایی میکنه تا اینجا. خاموش صاحب از کسایی است که نطاق بود یک زمانه. تیبی یک ما پیش برم طرف داخل. یک دروازه داره که از دروازه طرف داخل میم باش که من از اینجا بهتر خوب میتر میشه که به شما تصویر بتوم. اینجا آرامگاهش است. البته میگه زخمی پیشتر شده بود و اینجا شهید شد. این کاکا میگه من فقط از شنیده هایی که مردم گفتن ما شنیدیم اما قدر میفهم، اما والله ولم که چی قصه و چی داستان داره. اما امی کاکا رزه کنه دلتا دلتا راشه کنه او بوده خا نه کاکا چې دلته راځې خا کله کله دلته راځې دعا کوي و هر ورځ یار یار ورته راځم هر ورځ راځې و خا 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 اینجا ما در کتاب های مکتب خوانده بود و مقدر در ذهن من نیست باز اونو مو رفیق ما باچه خان رزه کنن یا اخواره شد نیخوان دل تنیوانیان رزی نجولیان رزی رزم پشتن پرکو هم او بغالی و بور داره ورم چه بغالی چه بور داره هم دلتا؟ وا بیت اینجا باچه خان کسی است که یکم تو مطالعه داره. من گفتم در مورد ملاله انا گفتم چی مطالعه داری؟ چی داری که تو برای ما بگویی؟ جور خویه باچه خان؟ الحمدلله شم جوری باچه خان سو کلنی بیا؟ شپانس کلن شپارس کلن 16 ساله مخته اخوا وارا وچ کمریتا دسته کتاب و ما یو تاریخچه می دردم موتر که پختنه کرده و نورا مغا شیر سرقه مغا لنده اغا دست شیرو چی کل ملالی انا بیرق وقت دیول که پا میوان که شهید نسوی خدای جولاله بیننگه تا دی ساتینا او دقی لنده دا اغای لک تعریف راتا و کچه سه وقت ویله و سقسه و دا چې کله انګریزان د
پر د مجاهدینو باندې جنگ شروع کړ. هغه ځای کې باندې چې هغه چینه ده هلته معلومېږي چې غازی محمد ایوب خان دی پلان سره جوړ کړ چې موږ د چینې طرف نیسو چې اوبه موږ واخلو او کپه انګریزان له دې خوا څخه ځي. بیا وروسته مجاهدین دی رالل چې کله جنگ ډېر سخت سره ومشد ونښد. بیا کله چې هغه د مجاهدینو هغه بیرغ چې په لاس کې و هغه ټپي سو لاس یې ځینې پرې کړ. بیا په دغه کشکینخود سیمې چې دغه ملالۍ انا نومېږي دا راله بیا دا بیرغ یې واخیست. چې بیرغ یې واخیست بری دا لنډۍ وویل چې که په میوند کې شهید نه شي خدای جلاله بې ننګۍ ته ساتي نه. په دغه مهال کې په دغه پیښه کې په دغه وخت کې د مجاهدینو وینه په جوش راله. بیا وروسته خپل جنګ بیرته تر شا ولاړ نهړه بیرته پر دغه انګریزانو باندې جنګ شروع کړ. چې جنګ یې شروع کړ ولاړل تر دغه کشکینخود تر دغه طرفه یې وویستل او انا دلته شهیده سول. بیا کل په دغه مهال کې غازی محمد ایوب خان د یو څو مجاهدینو سره راغی. ویې ویل چې دا څوک و دا ښځه یا دا پیغله څوک و چې داسې د مجاهدینو دا وینې په جوش کې راویستل. بره دغه یو څو مجاهدینو د دغې سیمې ورته وویل چې دا د شپانه لور ده چې پلار یې نه پېژنو موږ چې دلته پلار یې شپون دی چې دلته د پسونو دار مېږ لري د آغا محمد دی خورشه کاکا سه لره لره نانه تختی دا آقا محمد خوگ یعنی؟ بله و تا بعد من پا مکتب که به در قصه آوری دیلی پا زین کتابونه که می هم پا دی پوری مطالعه کرده سرچ می پسه کرده او خپل پا کتاب که می هم را تراغلی. بالاخره خدا به زیارت انصاری میوندی، البته من درست نمیدونم، اما به نام شهدای میوند میگنیم صحا و منطقه را، شهیدای میوند است. زیارت هم از دو یک تاریخچه بسیار سابقه داره. خود یک منطقه که بیای علم و قدر برات نمیمونه که آدم درست معلومات پیدا بکنه، اما گفتن در داخل زیارت یک ریش سفید مجاور زیارت هست که میشه معلومات خوبتر در مورد از این زیارت بر شما بتم. ما در داخل زیارت آمدیم. ای که گفتم من به ما قدر میفهمم که این طرف در تاریخ یا در امی کتلاکی که خود مردم قندهار نوشته کردن اینجا را هم ذکر کردن زیارت هست، اما گفتن یک ریش سفید کاکا از مجاور و زیارت هست که میشه از صحبت ها را امرای کاکا داشته باشین بر شما میگه. کاکا سلام علیکم. جوری کاکا خیرتی درکل هست خیر جوری سی کنم دستی کاکا مخامخ کمریتا نم درتا هوای کاکا نم می اسکار محمد اسکار محمد دلت است کار که بیکار که دلت داغ جات کار کنم مجاوری خود داغ و تانیم داغ جاراتی داغ قنری و آخوت د پاکستان د کلندر سر د مور پلار جاراتی داغ جارات کار کنم داغ لکم از دشیدان سر د بانی سر دو شیدانی سر د و تان جارات دادره جای کار زکم خا 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 سوکالا کیگی بیا شروع رالی ما داغ کار پیش اخسی در وسپور اول امغا وقت نه ملنګی نی ولای وکه اوس دا زیارت د چا زیارت ده دغه د کبرو خشم وم بس دا کبرو د لاسن کړه د نوکان خټ ویل د لاس د خې ستل کړم د شیدان کېدل چې به خې بالا د دې زیارت په اړه ماته معلومات راکې. دا زیارت خو صاحب دا خو احمد میوندی صاحب دی نو د دو نیم سوه کال کې چې دی شي سوي دی و نیم سوه کال وکه د دې محمود غزنوی صاحب وزیر وو نو هغه نور څه صاحب باندې وزیر قربان سم
فراغو باندې دغه دغه راتله جنگ منګه وسره کاوه د دغه سره شي سوي دي دا میوان ولسوالۍ چې نوم پکې خلسه اخدل سو هم دی لپاره دا یو چې دا سو کله نه بیا کاکا بیا خپل سو کله نه پنځه نیو کاله پنځه نیو کاله او ای ماشاءالله ماشاءالله خدای دې نورم عمر پر ور په نصیب کوم قصه کوم دا دا سپینګرو دا مسخ پر پلار نه کوم قصه اوریدل دې پاړه دا تاریخ صاحب پروتو دا برام دلته قرارګاوی راځي د امریکایانو بار د د شپې میلان راله په اله کا دا بار چې دا شین تاریخ دیو د بل د دا تاریخ باندې لیکلی وو بالا دا تاریخ قرار موټر څه د شپې واچوي یو یو شا یو یو کابل چې رسول یو د میلان بیا د خلی وو بیا چې شي پر امریکایانو خرڅ کړو چې شي خرڅ کړو دا تاریخ تاریخ خرڅ کړو د زیارت تاریخ وو ښه فکر کړه تر اوسه کېنه چې تم برا سره وګیږي څه مشکل ده ای ته فلک شو ورده به زیارت کېنه درته کېنه راځه دلته کېنه مخ دی واړه ولې دی خو خو دی خو راشه چې اما خبره چې کاکا نشي کولی ته خپل برا سره وکې ای ماشاءالله ماشاءالله تراکه دا ما تراکه خخا په دې کې ډېر غټ درنې دروازې وې بیا خلکو کښلي وې درته ایښي وې او پاتې سو بیا یو وخت امریکایان راله هغه دروازې کاکا وې وړې مونږ صاحب دی په دا دروازو کې خورا ډېر شان کارتي و دننه خو موږ نه پوهېدلو دی ټول کړه دروازه په خاني نه ده یا دا په خاني نه ده په خاني دروازه امریکایان وی وړي نو دا سي ډیر شان دي د دې ځای اوس امریکایان وی زړه زړه شان چې دی په کې څه حکمت لر دی او که یو شی مې پکښې کو د زورو څخه معنا کم ځای نه راغلی خپل زه وس د سربه غل العالم زیارت راغلی زیارت راغلم دا د ماشوم ده نارام دی وترالو ګنو خدای چې الله پاک دا اولیاء په خاطر باندې دا رامي ورکني نو خدای سره جوړتیا غواړو دا لا پاک سبب ګرځي د مسلمان د پاره نور نش نش دی جوړي خدای جوړي الله دې وساته الله دې وساته مننه مننه قیمت څو دی بیا 300 افغانۍ 300 افغانۍ او یل دوره زحمت شپری باسي او سونه جنجال پکې هغه کوي بیا په 300 ډیره کم نه خرڅوي تاسو مانه مسلینم عزیز الله دی عزیز الله او بادشاہ به درته په ناز وای خل او دا مور پلاړه ته وای پکې شنواله د حضرت فخر الموجودات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وخته مبارک موی مبارک حضرت بهترین عالم هست.